اجازه از چونه گوشت بشینم؟ برو پیکارت ببینم. خیلی هم دلت بخواه. دیگه هم بهش بگو ازشون جدا بشم. اگه به دوست داشتنی منم تو رو دوست دارم. با ثروتی که بهت میدم تا آخر عمر تو ناز و نعمت زندگی میکنی، به شرطی که فقط مال من باشی. آره تو همه چی داری اما عاطفه نداری. فردا صبح با طلاقنامه ی زنت بیا، منم تمام سفته ها به بهیاتو میدم. تمامشو میفهمی؟ وگرنه وکیلم ترتیب زندانی شدن تو میده عزیزم. نه من نمیتونم. برای مهریه زنت هم دستور لازم رو به وکیلم دادم، همشو نقدن پرداخت میکنه. قرار ما فردا عزیزم، یا تو خونه من یا زنده. بچه ها بریم بخوابیم دیگه، دیر وقت. خیلی لطفا. مامان بابا نمیاد، من دلم براش تنگ شده. بابا شبا کار میکنه مادر جون. پس اگه کار میکنه چرا شبا میاد و تو رو میزنه و میره؟ چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟
دیشب که بابا تو رو میزد من بیدار بودم. مامو ناراحت نشو، اگه امشبم خواست تو رو بزنی من نمیذارم، پدرش رو در میارم. نه قربونه تورم، بابا هیچ وقت منو نمیزنه. حالا دیگه برو بگی بخواب. برو مادر. مثل هر شب. صورتتو تمیز کنم، چیزی میخوری برات بیارم؟ دهنم مثل دم مار تلخه، چیزی نمیخورم. بذار کتتو درارم، همش خونی شده. بسته دیگه، بسته زینت دیگه، کار ما تمومه. من که با تو کاری ندارم. مهریت حاضره، میتونی فردا همشو بگیری. ببین عبدالله، من که تا حالا صد دفعه بهت گفتم حاضرم، حاضرم توی زن دیگه بگیری تو من کلفتیشو بکنم. تو نمیدونی زینت، گاهی اوقات زمونه اینقدر به آدم تنگ میاد که مجبوره از همه چیزش دل بکنه، حتی از زنش، از بچه هاش. ببین عبدالله، من نمیخوام تو رنج ببری، اما اگه خیلی اصرار داری من حاضرم ازت طلاق بگیرم، ولی ولی به شرطی که به جای مهریم بچه هامو به من بدی. لااقل وقتی اونا رو میبینم، وقتی اونا رو بغل میکنم، بوی شوهرم رو میدم. عبدالله، تو از پهلوی ما میری، اما من سعی میکنم همیشه چراغ خونت رو برات روشن نگه دارم، همیشه. نمیخواییم برای آخرین بار بابا رو ببوسیم؟ تو دیگه بابای ما نیستی. منو بچم هیچ کس رو نداره، عوضش تا دلت بخواد پول دارم، تمامشو به پات میریزم.
میخوام. هیچ معلومه حواست کجا؟ چیزی نیست، چیزی نیست. بهتر از اینجا بری. شلا بزرگتری گریه نکن مامان. بیا اینجا بگیم. بنویس عزیزم. بنویس قربون شکلت برم. بیا. بابا داشتیم بازی میکره خب دعوامو شد دیگه. ای مرد شور تو رو ببره با اون شمسالا. آخه چرا تو در همسایه آبروی منو میبری دلیل مرده؟ بایدیم بابا ولش کن مادر، سر به سرش نذار. اون خیال میکنه هنوزم بچه هست. بچه هفت جد و آبادته چه تو استرا معریفم. اگه راست میگی یه جواب مشتای منو بده. خفشو خفشو ترکیب تو ببره. اگه راست میگی یه جواب مشتای منو بده. لاندهو خجالتم نمیکشه. برات برادرت یاد بگی. Thank you.
کنی شام سلوبا لابود قاپا رو گم کرده داره دنبالش میگرده اون از سلکی گرفتنش اینم از اومدنش خیلی ناچسه دست آخرش همه پولو تو جیب اونه دوست ندارم کسی پشت سر کاسکوزه ریک بشینه میفهمی؟ مگه چی شده؟ بچه داره بیاد هیچ کس در پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد هیچ حلوائی نشد استود کور تو که شوگر دشت کر ریزی نشد اوی نشد اوی بنده آمدم قربان شرف یوم شدم سلام مرزمی دارم بجود شمس الله قربانم بری ایش شمس الله نوکرت همه ای والله خیلی خوب بشینی بشینی برشان بفرمایین بروی تو کن چشمم یالا زود باش بسیار خوب آقای فریتایتان حالا شروع می نماییم شروع می کنیم بینم کجا گذاشتم ورق ورق و عرق میشه شرق توس و کپ قاب خیلی خوب قاب ما که دعوا نداریم آقا جان آها اوه این قاب کو امروز ها اینا هاش اینا قاب امروز با اینها بازی نماییم خیلی خوب حالا آماده باشید بکشین عقب بکشین عقب میدون بدیم بازی میکنیم جانم جان بریزیم ببینم کی پیاده باید بشه کی سواره بشه بفرمایین بفرمایین آقای فریتایتان بفرمایین من چپمو خوندم هرچی جلومه دون میدم 500 تومن خوندم 200 تومن من خوندم اینا هم من خوندم کاسکوزه جونم همه گل خوندم نقش از پولو رد کنی پولو رد کنی رد کنی لسمو رد کنم چهت نری هیچ کس نمیتونه کفره تو من نگاه میکنه دست خوش بابا سر خوش جان همی جان قربونت برم این جان باز نشستم خوب شد دیگه چپ ندارم و الا همه شو باخته بودم چپ ندارم کدومه الان کلی پول بردی همه جلوت بود چه تو شد پولا کدام جلو کدوم قاب کدام پیر جدیا جدیا زهر مار به زور ازت میگیرم خیالت داشته سعی کی باشی شمس الله نوکرات همه ای والله شروع کن شروع میکنم و شروع میکنم بیا بابا اخ دارم میوفتم یکی بیاد به من کمک بکنه وای چا میرم کجا رفتی وای چا کدوم هر رفت؟ باتون بر تو هم باتون بر باب دار بله خواه میرین کشمش بگیرم کجایی؟ بری تایتان کجایی؟ پس کو؟ کجاست؟ من اینجا دنبال من میگردی؟ اینه که اومد چیه؟ ترش کردین؟ اقب 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 اقب
سلام از من دست، مرحمت عالی کم نشه. چی شده اتفاقی افتاده؟ تو هم کاسه کوزه ای؟ جان من چی شده اتفاق افتاده؟ ها؟ چی شده جان من راست بگو؟ آهای کنه نشا، باز اینجا پیدا تو شد، یه مری کنم چی؟ بخ بر زر شخص بنده کرده افرید های تو جان مخفی میشدم. چی شده ننه؟ چه خبره؟ ببینم ننه، تو چرا اومدی اینجا؟ من که بازی نمی کردم، داشتم ترکه می گیرم. ترکه بخوره تو سرت، یه باره دنبال یه کار کاسبی، همش تقصیر اون شمسولای گور به گور شده است. گل گفتی ننه، راست میگی، این کارا خوب نیست. بیا بسن بریم، ببین چی رو بسن بریم؟ پولا رو رد کن بیاد، کلی پول باختیم، هنوز من نشناختی. تقصیر من نیست، بزن کرده بودی نشناختمه. به من میگی؟ آره به تو میگم آبجی. معذرت میخوام آقایان، آشتان اومد. حضرت آشتان تشریف فرما. آشتان اومد. عجب نازی تو برد بیا آقای آشتان گفته بود. دیدان شمس الله قمپوزی. همه شونو شخصا فراری دادن. تو سرت بخوره فراری دادنه، آخرش تو این بچه منو قماربازش میکنی. خانم بزرگ جان، خدا میدونه که بنده بی تقصیرم. اگر ایشون هم مثل بنده شیر گاو میخورد، الان مثل بنده ادارجاتی بود و کیف زیر بغل. سرت بخوره ادارجاتی. مارو شو سرکی بتونم برد. برد زنی گور بزن شده. برد 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 برد. آخه تا چی باید در همسایا خبر قماربازی تو واسه من بیارن؟ بیا برو سر یه کاری پسر، تو که دیگه واسه من آبرو نذاشتی. تو این شمسلای کوفتی با توه همینطور یللی میگردی و دنبال کار نمیری. قربون شکلت برم ننه، اینجوری داد نزن، نامحرم صدا تو میشرفه و پاشه در خونه رو اطبیخ میکنه. این زل مساوی میشه با این زل و بالاخره این زل هم مساوی میشه با این سل. خب بنابراین هرگاه در دو مثلث دو زل و زاویه بین آنها مساوی باشند، این دو مثلث با هم برابرند. داشتی چونو من کاربونه برم ده تو من آمده من دیشب باختم، امشب بهت میدم، نیم تمه بره بده. آف معلم داشتونه زل نکن بذار. الو بفرمایید. بله ها سلام عرض میکنم قربان. متشکرم. بله همونیه که میخواستید. متاسفانه پیر نیست ولی تا دلتون بخواد فهمیده و سر به راهه. مطمئن باشید قربان، مطمئن باشید، جوون خیلی خوبیه. فردا میفرستمش منزل. خواهش میکنم، مرمت عالی زیاد، لطفتون کم نشه. آقای تورج، من شما رو برای یه تدریس خصوصی انتخاب کردم. با توجه به وضع داخلی شما فکر نمیکنم براتون ایرادی داشته باشه. البته که ایرادی نداره. متشکرم قربان. خواهش میکنم. سلام قربان. سلام. من همون معلمیم که قراره به دخترتون درس بده. اسم من تورجه. تورج؟ بله. شدین قربان؟ نه نه چیز مهمی نیست. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکرم. میدونین حقیقتش اینه که من یه معلم محسن برای دخترم در نظر گرفته بودم. آخه دخترم خیلی جوونه، منظورمو که میفهمین؟ بله البته. امیدوارم از این حرف من ناراحت نشده باشین. نه خیر به هیچ وجه. بله جوونا خیلی خامن، گاهی اوقات این ناپختگی اشکالاتی تولید میکنه که... بله میفهمم قربان، بایدم سخت بگیریم، اما من یه معلمم. البته ظاهرتون نشون میده که جوون خوبی هستین، امیدوارم اشتباه نکرده باشم. خیلی متشکرم، این منتهای لطف شماست قربان. خواهش میکنم. اومدی عزیزم، معرفی میکنم، تورج خان معلم جدید فرشته. سلام خانم. همسر. سلام.
فکر نمی کردم معلمه به این جوانی برای فرشته بگیری عبدالله. اتفاقا منم همینو گفتم عزیزم. به هر حال خیلی از دیدنتون خوشحالم. امیدوارم بتونین معلم خوبی واسه فرشته باشین. آخه اون دختر خیلی شیطونیه. سعی میکنم عزیزم. توراش خانو به اتاق فرشته راهنمایی کن. بفرمایی. خیلی متشکرم. من اسمم تورجه. تورج؟ نکنه شما معلم تازه منی سید؟ بله همینطوره. فکر میکردم با یه پیره مرد روبرو میشم. نظرتون راجب سید چیه؟ بله یه گل تشکیل میشه از گلبرگ، دنبرگ و کاسبرگ و دستگاه زایندهش تشکیل میشه از پرچم، مادگی، خامه، تخمدان و تخمک. متوجه شدی؟ گفتم متوجه شدی؟ چی رو؟ خب درس رو دیگه. تو تاله کاسه چوک رقصیدی؟ بله. میگم اصلا رقص بلدی؟ من معلم رقص نیستم خانم. رشته تخصصی من طبیعیه. بد شد. چی بد شد؟ پس ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. اگه هرچی که میگم گوش کنین و درس ها رو خوب یاد بگیرین زبون همدیگر رو بهتر میفهمیم. دوست ندارم. برای چی؟ من تو همه کارا شکست میخورم، حتی تو خودکشی. یه دفعه میخواستم خودم رو بکشم، نامه هم نوشتم و با همه خدافیزی کردم، اما زود از نامه با خبر شدن و جلومو گرفتم. به نظر من کارتون کاملا اشتباه بوده. آدم تا شکست نخوره معنی پیروزی رو درک نمی کنه. خودکشی کار آدم های ضعیفه. تو میگی اگه درس بخونم میتونم به هرچی میخوام برسم؟ خب بالاخره این یه راهشه. باشه میخونم. حالا از اول بگو. بسیار خب، از گرد افشانی شروع میکنیم. گرد افشانی چیه؟ اولین مرحله تولید مثل گیاهه که حکم نزدیک شدن سلول نر به مادر رو داره. اینایی که گفتم تو صورت من ننوشتن خانم، تو کتاب نوشتن، پس بهتره کتابو بخونم. بوز نشه سپری. بخ بوز چیه بابا؟ نقشه. سپلشه. چه؟ آها به قول شوهر که فرماید سپلش گوید و زن زوید و مهمان عزیزم زد. تو دیگه خفه. دست به یخه حرف دهونت را بفهم. هیچ خری با کسی که دو کلاس سواد خونده اینجوری حرف نمیزنه. احمق اولاخ. قاپ نخ کجاش سپرش میشینه هی زر میزنه؟ زر میزنه نخر فر میزنه. جامش کن بابا حال نداره. حالا آقا جان شما اصلا برو پیش حکیم. میدونی برای که هم نبض تون میزنه هم زبانت بار داره. تو که نمیتونی باختت بدی چرا بازی میکنی رفیق؟ آره بابا تو هم خیارم خودش قاطی آشینا میکنه. شمس الله جانم قربانت برم. بزن بری ماشاءالله. چشم بنده اول میزنم بعد هم با اجازه زحمت رو کم میکنم. رو دعاتو میرزم بیرون. یه دفعه ریختی هنوز جمعش نکردم. نه بگم بنده برم در مخفی گفتن بیتروبیم به من میکی بشد یه اگر پول ها رو میخوایی اینجا سوار کجا؟
آتی ما نوکرتیم باشه بهش میگم شما واسه من چی کار کردیم اختیار داری ما با دعاشت رفیقیم بهش سلام ما رو برسون بگو فلانی گفت یه سری به نوکرت بزن بزرگیتون میرسون کجایی شمس الله شمس الله نوکرتم ای والا اگر من نبودم گفت و میکشتت با شخ میزد بر روی تخت پشتت خب باشه خداحافظ شما خداحافظ من که باورم نمیشه یعنی شما میگی گاوه رو کشت؟ راستی کشت؟ بله مگه خودتون ندیدین کشت؟ یه ضربه کشت آقا شمس الله آخ جا قربانش برم ایشالله البته گمان کنم اول به بنده پیشنهاد کشتن گاو شد منتها بنده ملاحظه کردم و گفتم که ممکنه شوخش بشکنه چیش بشکنی؟ شوخش بشکنه باید چه دفعه گلی به آب دادی؟ هیچی ننه این دفعه با شاخ گاو در افتادی شاخ گاو؟ آره ننه آخه نزدیک بود گاوه آبجی اصغر آقا رو بکشه ما رفتیم جلو و کوبیدیم تو ملاجش گاوه هم مرد خدا رحمتش کنه میگم ننه اگه صاحبش بیاد پولشو بخواد چی؟ تو یه خود به ما پول قرض میدی که بهش بدی؟ خیلی شیرین کاشتی دست خوشم میخواد اینا نه با گاو در افتادن مگه شوخیه گاوش میگن نه مادیون تو فکر میکنی که هر کسی میتونه با گاو در بیفته این هوا گردنش بود ننه یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی ننه خب حالا اگه بیانو پول خونه گاو بخوان چی؟
سر شما سلامت ننه. داشتشون که نبوده، گاب بوده دیگه. گاب بوده دیگه. آقا داداشم که اومد. سلام علیکم، مخلصم، چاکرم، نوکرم، کوچیکم. باز چه قشقرقی تو محر رو انداختی ها؟ چه قشقرقی کی؟ من؟ کی دیده؟ چرا یه خورده فکر آبروی ما رو نمی کاری پسر؟ آبرو چیه بابا؟ تو دیگه بچه نیستی فرج. کم کم داره حسنم از دست کارهای تو سر میاد. برای کی دست فر نمی داری؟ بیا برو دنبال یه کار آبرومند. آخه تو کی می خواهی سربار جامعه باشی؟ مگه جامعه قابلم هست که من سر وارش باشم؟ اگه به پول در آوردنه که منم در میارم دیگه. خاک معلم، میشه اینقدر به پر و پای من نفیش؟ کوچیکم بذاریم ما برداریم. پیاز بده ممنونم. اگه وقت کردی منم بخور. چه چیزی که بده شاقلم پیاز بخوریم. از فردا واسه هر کدومتون سوا غذا میکشن. بکشم این بچوره هنوز نگفته بسم الله. تو میگی الهی شب ما اینیم. عیبی نداره مادر، من زیاد اشتها ندارم. دیدی آقا معلم چی گفت؟ هرچی باشه یک کلاس از من تو بیشتر سواد خونده. چیه؟ انگار توپت خیلی پره. آره پر شدم. دیگه از این گربه بازی ها داره حالم به هم میخوره. چطور شمس الله؟ قربونم بری ایشالله مرحومت اولیکم بشه. ای والله این قصود میزنی؟ والا از ترس خانم و والدک من نمیتونم بیام جلو. خیلی خوب، دخل رو رد کن بیاد ببینم. دخل در مدخل کیف مخفی. خیلی خوب، درش بیا. درش بیارم. مدخل چی؟ بفرما، بفرما. فقط تاغذا من بهم تا خانم بزرگ پیداش نشده است از اینجا هر دو بخواهی. نه ترس پیداش نمیشه. آخه من طاقت کتخ خوردن از خانم و والدت را ندارم به جان عزیزت. آها وای ای خانم جان قربان شکل ماهت برم. بنده که کاری نکردم، من جسارتی نکردم، خدا به سر شهاده. من میخواستم بروم اداره، گفتم سر راه بیام خدمت آقا فریتایتان یک سلامی ادا بکنم. نه 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 بعده بابا. نه نه اینقدر کوته داد و بیداد را نه انداز. آخه نه نه ناسلامتی ما اینجا آبرو تحصیل کردیم. آبرو تحصیل میدونی فرشته؟ اصلا نمیشه تصور کرد. واقعا پیشرفتت تو این مدت بی نظیر بوده. من مطمئنم که اگه همینطور پیش بری حتما موفق میشی. بازم اینم بگم که منم کم کم دارم پیشرفت میکنم.
همیشه عاشق بمونم، دوست دارم ترانه های عاشقانه بخونم، برای اون کسی بمیرم که برام تب بکنه، اون منو از خودش و من اونو از خود بدونم. این همون عشقی که آبم میکنه، آب برمون خرابم میکنه، این همون عشقی که آبم میکنه، آب برمون خرابم میکنه. دیدارای کوتاه محروم میشه. ولی من مطمئنم که اگه من بخوام اون قبول میکنه. نه این خیلی ممکنه، اون هیچ وقت تو رو به من نمیده. این مثل روز برای من روشنه. تو هنوز بابامو نشناختی بیا. دیگه طاقتم تاق شده. آخه تو چقدر بی عرضه‌ای زن، چند ماه آزگار این دست اون دست میکنی. آخه باید خودم رو جا کنم یا نه؟ دیگه چند وقت حتما میخوای وقتی پیر شدی با پولای مرد که عشق کنی؟ آره دوتاشون کم بود، یه سرخر تازم پیدا شد. مردی که با اون پای چلاغش مثل اژدها رو گنج خوابیده، اون وقت ما دوتا باز مثل نوکر کلفت واسه چون بکنی. اما به من میگن علی سرطلا، هر کاری رو که بخوام بکنم واسه مثل آب خوردنه. حسابه یکی با خودم. میدونی پسر جون، لازمه که من یه سوالی از تو بکنم. ممکنه به من بگی پدرت چه کار میکنه؟ من پدر ندارم آقا، اون مرده. متاسفم. ممکنه بگی از نظر مالی وضعیت چطوره؟ من خودم میدونم که لیاقت خانواده شما رو ندارم. من پسر بزرگ خانواده‌ام، بایستی خرج مادرم هم تأمین کنم. میدونی؟ این وظیفه منه. ایرادی نداره پسرم، اون چی که در وهله اول رضایت منو جلب میکنه خواسته خود فرشته است. وقتی اون رضایت داشته باشه من حرفی ندارم، از خدا میخوام. متشکرم قربان. تو پسر خوششانسی هستی، چون از روز اول خودتو تو قلب من جا کردی. شما خیلی لطف دارین. حالا اگه اجازه بدین فردا مادرمو میارم خدمتتون. مانعی نداره. علی؟ بله بله. تورج خانو تا منزلشون برسون. چش قربون. بفرمایید. علی آقا شما رو میرسونه. متشکرم قربان. متشکرم خانم. خداحافظ. خداحافظ پسرم. نمیدونم چه چیزی در این جوان هست که منو اینقدر به اون علاقمند کرده. متشکرم بابا، متشکرم.
میخوام بدم به یه پیرزن و بعد شما رو برسونم. خواهش میکنم، ایرادی نداره. میدونین تو رچخانه یه پیرزن فرجی که من گاهی بهش کمک میکنم، خارج از شهره، شما که دیدتون نمیشه. نه اشکالی نداره، من وقت دارم. قربون شما، پس با اجازه. همینجا؟ نه خیر، گمونه ماشین پنچر شده، فرمون میزنه، فرم و دستی هم خرابه. ببخشینا، اگه میشه یه نگاهی به لاستیک جلو بندازی، من اینجا پونه از رو ترمز بر ندارم. خیر خوب باشه، من گمشون. اینو به آدرس خونه شون بفرستید، چون چند روزه که مدرسه هم نمیان. مانعی نداره، لطفا آدرس خونه شون رو بدین. چشم. بفرمایید. متشکرم قربان. خواهش میکنم، به سلامت. ننه، تو چرا اینقدر بی فکر و خیالی؟ یا برو دنبالش ببین کجاست. من دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. آخه من چه میدونم کجاست ننه؟ مگه بچه هست؟ او سابقه نداشته شب خونه نیاد، الان چهار روزه که پیداش نیست. حتما با اون دختره که حرفشو میزد سرش گرمه. تازه میترسم با دختره زیادی قاطی شده باشه، آخرش کار دست ما بده. نه اینکه تو خیلی هم کار از دستت برمیاد. هنار زاده بود، حتما خودشه، میگی نه؟ بیا نگاه کن. اومدم. تورج خان؟ نه خیر، فرج خان. منزل تورج خان اینجا نیست؟ چرا؟ اما خودش نیست. این نامه مال ایشونه. نامه؟ سلام از بنده است. مرحبا علی زیا. قربانش. اوی، فری تویتون. بیا بریم. یه دقیقه صبر کن، ننه اینجاز خیته. بابا بیا بریم اداره. اداره دیر میشه. بیا بریم، زود باش. کی بود؟ پس چی بود ننه؟ واسه تورج نامه آورده. نامه؟ چی میگی ننه؟ من سوادم کجا بود؟ ننه تو رو خدا هیچی نگو، بذار بگم شمس الله بیاد. بگو خبر مرد بیاد. شمس الله. شمس الله. اوه نوکرتم، ای والله. سلام عرض کنم. چه موش آتیش میزنن. بیتو بیتو. اومدن. قربان جناب عالی. سلام از بنده است. مرحبا عالی جان. بخون ببینم. اینجا؟ آره دیگه، پس کجا؟ الان قرائت میکنم. چشم. جونم رو بالا آوردی، بخون دیگه. چشم، چشم، اجازه بفرمایین. اول چرا سالمونی گرفتی؟ الان میخونم دیگه، شما چرا عجله میکنین؟ الان قرائت میکنم، چشم. عرض کنم که میرینی یا بزنم تو فرقه. نه نزن، میخونم. این خط هر کسی که هست ثواب نداره، چون خطش با چشم بنده آشنایی کامل نداره. خاک تو سرت کنم، بدش به من. گفت خاک تو سرت. مگه تو ثواب نداری؟ چرا؟ تو که گفتی دو کس درس خوندی که. اشرف خانم جون. آهای اشرف خانم جون. چیه زینت خانم جون؟ ننه یه تو که پا بیا پایین کارت دارم. اومدم زینت خانم جون. قربون قدمت. الان
میگه خاک بر سرت کنم. خاک بر سرت کنم. اگه درس میخوندی اقلا حالا منت همسایه ها رو نمیکشیدی. بله راست میگم. آخه من چه میدونستم که برام اون نامه میاد؟ تازه اشرف خانم که غریبه نیست. اتفاقا به بنده هم پیشنهاد شده بود که جهت خوندن نامه های حضرت ابوی تحصیلات خود را تا دانشکده ادامه بدهم، اما بنده اداره جاتی شدن را بر دانشکده ای شدن ترجیح دادم. اداره؟ بله. کدوم اداره؟ رئیس اداره کاسه کوزه داریه ننه. خاک بر سرت کنن. پس تو کوزه فروش بودی و میگی من اداره جاتیم؟ بفرما با سلام مادر خوشم اومدی. کاری داشتی؟ ننه جون قربونت برم الهی، این نامه رو بخون ببینم چی نوشته. چش بری چی؟ این یک وقتی که من میبینم نمیتونم نامه بخونم. خدا رو شکر شما سواد بدنم از شما بگیرم. خب حالا شما نامه ما رو میخونم بخون. اینجا نه، بفرمایید لب حوض بخونید. یا ساکه چش. زود باش مادر. تو رجع عزیزم، چند روزه که نیومدی، دلم وسط یه ذره شده. دیدی بهت گفته بودم من تو هر کاری شکست میخورم، ولی هیچ فکر نمی کردم تو هم با من اینطور رفتار کنی. لاغل میخواستی به هم بگی چرا نخواستی پهلوی من بیای. تورت جان اگه به مجرد رسیدن نامه به دستت اینجا نیای، میدونم که منو دوست نداری. قربان تو فرشته. تورج عزیزم، دیگر از دوریت جانم به لب رسیده. مرا پیش پدرم شرمنده کردی. از آن روز که رفتی من دیگر نیامدی، مدام برایت اشک میریزم. خواهش میکنم بگذار یک بار دیگر تو رو ببینم. پنج شنبه این هفته پدرم یک مهمانی در هتل گلایول به مناسبت تولد من برپا میکند. امیدوارم تو هم اونجا باشی و بدون اگه اون شب نیای دیگه منو هیچ وقت نمیبینی. کارت دعوت رو زمینه ی نامه برات فرستادم، آن که همیشه به انتظار توست فرشته. دیدی گفتم ننه؟ دیدی گفتم ممکنه جایی رفته باشه؟ آخه تو چه جور برادری هستی؟ نباست بدونی اون کجا؟ نه دیگه ننه، این توبه میری از اون توبه میری یا نیست. فردا شب باز برم اون مهمونی یه سرگوشی آب بدم. شمس الله باز واسم لباس پلو خوری دست و پا کنه. شمس الله قربونم بری ایشالله. او ببخشین نوکرت هم ایوالله. البته اتفاقا در بوتیک میدان سید اسماعیل لباس های اندازت آماده است و بنده هم در خرید از اونجا استادم. Thank you.
علیکم. سلام. چاکر کجا؟ کجا؟ مرحبا پلیس. میری مهمونی؟ کار داری؟ کار اختیار داری. بچه شما داریم. بچه شما داریم. کار داریم. بچه شما داریم. بفرمایید اینم کار. بفرمایید اینم کار. ولی مال یه نفر شما که دو تایی. ایشون شاگرد گلفروشی است. گلها رو تو مجلس برای بنده میاره و برمیگردن. مرحبا پلیس. مرحبا پلیس. های مبارک. بیا تو سر. قربونت جناب عالی. سلام علیکم. اجازه است کمک کنم؟ نه جناب، راضی به زحمتتون نیستیم. شاگرد گلفروشی خودش میبره. مرحبا توزیو. مرسی. نه یفتی. نه. او با اون پاک نکنی ها. نگاه کن جان من، اونجا رو نگاه، مجلس حالت رسمی داره. بی سواد مجلس ندیده. بیشین بابا، تو هم حال نداری. با سواد تو به رخ ما کشیدی. چی دارم که این دواسم میپرم. الحق که کلی آدم حسابی شدی ها. مواظب باش خرابش نکنی جانم. خدا میدونه که اینا کرایش خیلی زیاده. من نمیدونم جواب بوتیک سید اسماعیل را چی بدم. من گروهی دادم. خدا به سر شاهده اگر خرابش بکنی از من قبول نکن. بابا ای والا به این بانو قرار گذاشتنه. بابا ما شالا به این قرار مدر گذاشتنه. بابا دست باشت به تو وعده های درو به تو باری سلا به تو چشم انتظار گذاشتنه. عجب روی منو که تیر کردی، امیدم و نامید کردی. عجب روی منو که تیر کردی، امیدم و نامید کردی. دست گرمه میون دست من بود، نگاه مهربونه چشم مست من بود. عجب روی منو که تیر کردی، امیدم و نامید کردی. عجب روی منو که تیر کردی، امیدم و نامید کردی. مول مفت از غیب رسید. خیلی متشکرم. انشالله قربان سبیل آقا، دیگه این برام پیدات نشه. رسول الله نوکرتون ایوالا. نخور مست میشی، من حوصله نشکشی ندارم. اختیار داری تولو، دیگه سیب سرخ برای دست چلاغ حرام است نوکرتم. من یکیشو بخور میترکی. میخوام بترکم.
خواهش. بنده این رو میخورم که مرحمت عالی کم 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 نشه. لا لا بسه دیگه پسر، میترکی؟ نه من میخوام بترکم. این شبم نیومد دیگه، طاقتم تموم شد. اگه تورج بود دیگه هیچ قصه ای نداشتم، اما اون نیومد. آره نیومد. مردا همشون یه جورن، میگن دوستت دارم، اما وقتی پای ازدواج به میون میاد میذارم میرن. اما تورج با اونای دیگه فرق داره. جمعونم میخوای بازم منتظرش بمونی؟ آره اگه لازم باشه تا آخر عمرم منتظرش میشم. شمس الله گوشی دستته؟ آره گوشی که تو دستمه، خود خودشه. آره حرف دعاشمو میزنم، اگه میتونستم برم باشون حرف بزنم خیلی خوب. این که کاری نداره، بگذار بنده بروم و با بیانات شیرینم ته و توی کار رو خوب در دارم. خفه چشم دست به یخه. بالاخره که از اینجا بیرون میرم، آدرسش رو گیر میارم تا همه چی برام روشن بشه. شمس الله نوکرتم. ایوالله من باید جاشون رو یاد بگیرم. بله دیگه با تو کاری ندارم، تو برو خونه. باشه بنده میروم به خونه. ارادت میشم، ارادت میشم. امشب اون شادابی همیشگی رو نداشتی. شما مگه جای من بودین پدر نمیتونستین سر حال باشین، چیکار میشه کرد؟ آخه پدرت که نمیتونم. که میدونم افسانه خانم. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنفی. واقعا ننه یه چیزی میگم و یه چیزی میشنفی. لامصب خونش این هم باغ حاج فرج بود. خدا به سر شاهد ننه، در خونش از در گابداری هم گنده تر بود. یه چیزی میگم ننه، تو یه چیزی میشنفی ننه. تازه دختره رو نگفتم. چشم این هم آهو ننه، موها مثل کمند رستم و افراسیاب ننه، اون وقت هیکل ننه، میزون میزون ننه. یه چیزی میگم ننه، یه چیزی میشنفی ننه. وای 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 وای. خلاصه واس بگم ننه، آق معلم ما دست رو خوب کسی انداخته، نونش تو روغن ننه. یه چیزی میگم ننه، یه چیزی میشنفی ننه. بس دیگه جوزه سرم کردی از بس یه چیزی گفتی. آخه یه چیزی میگم ننه، جای این آسمون ریسمون بافتنات بگو تورج کجا. والا دخترم از اون خبری نداشت. اوه گفتم دختره، یه چیزی میگم ننه، یه چیزی میشنفی ننه. بازم یه نامه دیگه اومده، دادم اشرف خانوم برام خوند. نوشته اگه امشب تورج سراغش نره خودشو میکشه. میگه چی کار کنم ننه؟ آخر رفتم حرف بزنم روم نشد دیگه. ننه من از این قرتی بازی ها بلد نیستم، اصلا تو خط این حرفا نیستم. آخه به تو همیشه گفت مرد. چی شو؟ اون از گم شدن برادره، این از این که اون دختره میخواد خودشو بکشه. اون وقت تو دست رو دست گذاشتی و منتظر معجزه ای؟ راست راستی که آبروی هر چی مردی بردی. ننه گنجید و گنجید، این یکی دیگه نگنجید. ناسلامتی رو مردی ما قسم میخورن. اون وقت تو شک میاری ننه؟ بها بها. فیدایدان چیه؟ حالا راست راستی ننت شوهر ندارن؟ چطور مگه؟ گفتم آخه بیچاره داره پیر میشه، یک فکری به حالش بکن. آخه خیلی حاره. نفهمیدم شوخی شوخی با ننه مام شوخی؟ آقا منظور نداشتم که من. فیتایتان جان، جان جان، فیتایتان جان، جان جان، میگم نکنه اینجا یک بلایی به سرمون بیاد. نترس پسر، من که نمیترسم، اما به جان تو دارم سک 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 تا میکنم. اینجا خواه بایسته کنا بیدم. بایسته کنا، برو کنا. یوالی Thank you.
تا چند وقت دیگه صبر داشته باش. تو همش همینه بگو. این حرفا چیه علی جون؟ تو که این همه صبر کردی، یه خورده دیگه هم صبر کن. آخه بابا من دیگه کاسه صبرم لغمه شده، نمیتونم. مسئله معروف که میگه اگر صبر کنی زغوره حلوا سازم. خاطره جمع باشه، دیگه کارش تمومه. باشه هرچی تو بگی. زد زیاد انگاری اینجا خبراییه. موازبتم تا تو زود و زود بردم در بردم گربه نرتون درم بستم خیالت راحت راحت باشم. جام به هوش اومد. خدایا شکرت. من کجا هستم؟ نترسی خانم، چیزی نیست. من دهاش تورجم. واسه چی میخواستی خودتو بکشی؟ خودکشی؟ بله این نامم کنار تخته بود، لیوانتونم بوی بدی میداد. بخون ببینم چی نوشته. انقضه بدخط نوشته که نمیشه خون خانم جون. میدمش خاره از قراغا بخونه. آره اون بهتر. بدش من. این هم فهمید که ما سواد نداریم. من این نامه رو یه سال پیش نوشتم، اون دفعه اولی که میخواستم خودکشی کنم. اینو تاریخش رو عوض کردم. شاید بدونم کار کیه. دکتر میگفت اگه خود دیرتر رسیده بودیم کارتون تمام بود. شمسالار رو گذاشتم مواظب خونتون باشه. مگه چیزای دستگیرم شده؟ شمسالار دیگه کی؟ رفیقمه. خیالتون تخ باشه. تو خودتو تو دفتر بیمارستان کی من معرفی کردی؟ گفتم شوهر شما. ها؟ ببخشی. خیلی خوب، حالا همینو بگو. منم میگم کار خودمه، دوا رو عوضی خوردم. حالت خوبه؟ خوب معلومه، مگه قرار بود نباشم. ولی غیر ممکنه. چی غیر ممکنه؟ هیچی. آخه دیشب حتما بعد از اینکه شربت سینه رو واسم آورده دیگه خوابت نبرده ها؟ آره فرشته تمام شد. خیلی خوب راحت شدیم دیگه. نه فرشته هنوز نمورده. من این غیر ممکنه، خودم لیوانو دستش دادم، همشو خورده، اما سعی و سالمه. نه گفتم ارزه هیچ کاری رو نداری، تو لیاقتت همون مرتیکه افلجه. خیلی خوب الان میرم یکی رو میبینم که امشب خودش ترتیب دختره رو بده، بعدم براحتی میشه از پس اون بدبخت چلاق برام. بگو که من Thank you.
سلام سلام. همیشه گوش به زنگم فرج. فرج نه، فریت هایتان. دیگه نبیرم بهم بگی فرج و زن داداش، من فریت هایتانم. خیلی خوب، هرکی که هستی مواظب خودت باش، خیال تحت باشه. به ما میگم فریت هایتان، یه چیزی میگم یه چیزی میشتفی. چی شد؟ ما طوری نشده، خیال نکنی. برمان کرش لنه. بی آرزای بی لیاقت، پس شما چه پولی گرفتی؟
آخه چه میدونستم که یه غول بیشا خودم جای دختر با هم طرف میشه. برو کامشا. این دفعه دیگه یه سرش میکنیم، خیلیت راحت باشه. ببینیم و تعریف کنیم. سلامش کن. من خیلی خاطی میشو. رانتون. سلام آقایون لاتا. با عزتون داریم میریم مهمونی. میفهمید؟ مهمونی رسمیه. پس کرواتت کن. آه نقض نطقت گل گفتی. اما یه خود شغل گفتی. کروات خدمت شما هست. آره گرفت. پنش هم بهت میدم. پندرش میکنی. بگی. زفن منه میزنی؟ منه زنی. زندو شمی. چیشو گمشی بیار جا جلبه دیم نکتا بینا گمشو من اینجا نمیدونم اگه تو نبودی من چی کار میکردم. باید به یه بهانه به تو نزدیکتر بشم. چجوری؟ شما آشپز دارین؟ نه، از وقتی افسانه زن بابام شده همه رو بیرون کرده. خب فردا مادرم میارم اینجا. مادرت؟ آره، به عنوان آشپز میارمش اینجا که خودم بتونم راحت رفت آمد کنم. قدمشون رو چشمم، اما آشپز که خوب نیست. به قول داشم این فرفالی تر. هر جور که میلته. دار و ندار یه نله دارم، تمام پشتک واروهام هم به هوای اونه. من چون فهمیدم موضوع از کجا بخورن. دختره این وجبی معلوم نیست چند تا زیر سر داری. هر روز یه نره گلو میاره خونه. فردا باز کارشو یه سره کنین. من دختره رو میبرم بیرون شهر، تو همینجا کلکمون چلاغه رو بکن. پس تکلیف اون گول بیشاخ و دوم چی میشه؟ اونو میسپرمش به بچه ها. دیگه فردا آخر خطه، حالا که گندش در منه بیشتر نمیشه دست به دست کرد. بیا ننه، اینقدر دیوار دید نزن. تو هنوز ساختمونو ندیدی، اینه اون یه قصره. یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی جونتو ننه. از قصرم بالاتر فیتوتون که خدمت شما دروغ عرض نمی کنم. دیدی گفتم یه چیزی میگم یه چیزی. ننه مرغ از قفص برید. چند سال ما با تو ننه باش. من از طرف مثل شیر نرم و بازم این جا به چه خبره؟ دمان کنم همدیگر رو خطر. دبی ها میگه چه خواهد بر سر بریزم؟ چلو کمکت کن. میرم میرم من ازم میرم میرم. چشم امانتی حضور سرکار باشه. من میرم منو هولم نکن کنی. پدرشونو در میارم. به من میگن شمس الله. قربانم بریم ان شاء الله. چه خبر شده؟ سب کنی سب کنی سب کنی بذاری بنده اول شیر خط بندازم. من بینم کدامتون رو اول بذارم کدام رو دو بود. حالا شیر خط شیر مرده افسانه میخواست منو بکشه. باید از اول میدونستم که اون نقشه قتل منو داره. با اینا میره اداره. یه پدری ازت در بیارم که خودت حس کنی. ادار کجا در میری؟ ببینم 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 ببینم
رایگان. حالا هفتاد و دو تا میبینم. کجایی؟ برشته عبدالله. تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا روی چرخ نشستی؟ پاهای چی شده؟ من تقاس پس دادم. ولی من اینمت راضی نبودم عبدالله. بیا دخترم، بیا جلو، بیا تا با زنم آشنات کنم. زنیت؟ آره دخترم، زینت زن منه، زن اول من. بچه ها کجان؟ فرج اینجاست، اما چند وقته که از تورج خبری ندارم. پس شما مادر تورجی؟ آره دخترم، تورج و فرج بچه های منن. خانم بزرگ جان، مژده بدین در یک چشم به هم زدن تمامشون رو تحویل پلیس دادم. بفرمایید این هم فرج پسرتون بدون تورج صحیح و سالم. سلام از بنده است. سلام آقا. پسر چی؟ مادر؟ اون پدرتی فرج. پدرت؟ همونی که وقتی من بهش احتیاج داشتم گذاشت رفت. اون موقع مجبور بودم پسرم، اما حالا هرچی که بخوای بهت میدم.
بیا بریم مادر. نه صبر کنیم، من آرزو داشتم شماها رو ببینم. از پیش من نرید. این کارو نکن پسرم، هرچی باشه اون پدرته. نه مادر، اون پدر من نیست. یا رضا بیفت برید. ما بدبختی زیاد کشیدیم پسرم، شاید پیدا شدن پدرت آخرین شانس ما باشه. میدونم که خیلی سختی کشیدی، میدونم بار غم تو همیشه رو شونه های من سنگینی میکرد. مادر اومدم خونه نبودی؟ داداش کجا بودی پسرم؟ بلایی که راننده تون سر من آورد. دیگه همه چی تموم شد. حالا باید بهت مژده بدم. مژده؟ آره، مژده پیدا شدن پدرت. باور نمی کنم. بسرم بسر خوبم سرت دیدم، خدا رو شکر که همه سالم. تورت داداشت خیلی به ما کمک کرد. داره بعد بجرم برا اون رفت. سری قلبش مثل آینه صافه، او طاقت ها نداره، او دلش از شما شکسته. آبم میکنه آب بدن خرابم میکنه.